امروز هفتم اسد برابر است با روز ملی بیرق. از این روز همه ساله به گونه ویژه و با راه اندازی برنامه های گوناگون از سوی مقام های حکومتی و مردم بزرگ داشت می شد. اما امسال خبر از برگزاری جشن باشکوه و تجلیل از این روز به چشم نمی خورد. اکنون در آستانه یک سالگی امارت اسلامی هنوز سرنوشت بیرق سرنگ افغانستان روشن نیست. شمار از حقوقدانان به این باورند که نبود بیرق به معنی نبود شخصیت حقوقی و نبود شخصیت حکمی یک کشور است. سهیلا یوسفی. هفتم اسد به نام روز ملی بیرق نامگذاری شد. از این روز همه ساله برای استحکام هرچه بیشتر وحدت ملی و همدلی میان مردمان این مرز و بوم در سراسر کشور با راه اندازی مراسم ویژه از سوی مقام های حکومتی و مردم به گونه باشکوه بزرگ داشت می شد. با پخش سرود ملی و افراشتن بیرق سرنگ، پوشیدن لباس هممانند رنگ بیرق و ترسیم لوگوی آن از این روز جشن میگیرند. در قلب افغانا اگر در هر جای هستند، در کشور هستند و یا خارج از کشور هستند، این بیرق جا دارد. هغه حاکمان چې ودی درې رنگ ملی بیرق ته د قدر پستر ګنر ګوري، هغه د افغانانو د کرکې سبب ګرځي. زه فکر کوم چې هر ځل چې په افغانستان کې دغه سولي تحول راغلی دی، هغه د ملي بیرغ سره ناوړه چلند کړی دی. در این روز جاده های پایتخت رنگ دیگر به خود می گرفت. اما امسال خبر از برگزاری جشن باشکوه و تجلیل از روز بیرق به چشم نمی خورد. با فروپاشی جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی، بیرق سرنگ کشور از فراز ارگ ریاست جمهوری پایین آورده شده و در ایوزان بیرق امارت اسلامی برافراشته شد که با واکنش های تند نیز به همراه شده. با آنکه نزدیک به یک سال از حاکمیت امارت اسلامی می گذرد، اما هنوز هم سرنوشت بیرق سرنگ کشور ناروشن است. ملی بیرق و رسم افغانستان که همیشه منزل شدیده ام ده قدره رنگ ملی بیرق ځوانانو را پولیده او په ډیر خوشحاله سره دغه ورځ لمنځلیده. نه صرف په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې افغانان د دغه درې رنگ ملی بیرق سره ډیر زیاته مینه لري. شمار از حقوقدانان میگویند که پرچم نماد از هویت، حاکمیت، استقلال و حماسه یک سرزمین است. آنان تاکید دارند که از بود حقوقی بیرق بیانگر شخصیت حکمی یک کشور است و با نبود بیرق حاکمیت و هویت مستقل یک کشور پرسش برانگیز می شود. اما متاسفانه حدود یک سال می شود که افغانستان در یک حالتی به سر می برد که فقدان پرچم ملی را احساس چی موجب شده افتخار آفرینان افغانستان چی در داخل و چی در خارج نتوانند غرور، افتخار و شرافت خود را به نمایش بگذارند. ولی از لحاظ حقوقی بیرق مبین شخصیت حکمی دولت ها، سازمان ها و یا سایر اجزای حکومتی در مجامع ملی و بین المللی است. اگر یک دولت دارای پرچم منظم نمی باشد، یعنی معرفی دولت در سطح بین المللی شده نمی تواند و حاکمیت و استقلال هویت مستقل دولت زیر سوال می رود. در جهان بیرق تاریخ 5000 ساله دارد که به رنگ و نوهای مختلف استفاده شده است. در افغانستان برای نخستین بار در سال 1286 و در عصر سلطنت امیر حبیب الله خان بود که قواعد حقوقی برای تصنیف و سلسله مراتب و جایگاه بیرق تدوین شد.